سرغورشی نسبت به صحبت‌های تندی که امیر تتلو راجع به اون انجام داده بود و بهش توهین کرده بود، بالاخره واکنش نشون داد و پاسخ کوبنده‌ای رو به تتلو داد. با اون تو این ویدیو همراه باشید، صحبت‌های سرغورشی رو می‌شنوید. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومدید. سرغورشی و امیر تتلو که چند هفته ای از هم جدا شدن، ولی خب توی دو سه روز اخیر به واسطه یه صحبت هایی که سحر قریشی انجام داد، هر چند ساعت یک بار کلکلی بینشون هست و یه تیکه و فوش و ناسزای امیر تتلو به سحر قریشی میگه و یه تیکه ای هم سحر قریشی به امیر تتلو پاسخ میده. توی جدیدترین صحبت هایی که سحر قریشی درباره امیر تتلو انجام داد، صحبت‌های درباره بی‌معرفتی امیر تتلو و اینکه سر سفره امیر تتلو نشست و کلی عزت و احترام بهش گذاشتن ولی پشت پرده داشت حتی لقمه‌های سحر قریشی رو هم می‌شمرد. تتلو به تازگی مدعی شده که سحر قریشی پول زیادی ازش کنده و توی چند ماهی که با هم زندگی می‌کردن نه تنها مفت خورد و خوابید، بلکه یه پولی هم تهش از تتلو کندش و رفت که سحر قریشی هم نسبت به این ماجرا با این سوال فالوورش پاسخ داد و بهش گفتن که طرف گفته پولشو باید پس بدیم، که سحر قریشی هم گفت بعضیا اینجوری هم دیگه، با عزت و احترام سر سفرهشون میشینی اما لقمه ها تو هم میشمرن، سیب زمینی، کدو، فلفل دلمه ای همه رو حساب میکنم، راستی آتیش هم زیاد سوزوندم. که سحر میخواد یه جورایی غیر مستقیم بگه که تنها چیزی که من توی خونه تتلو مصرف کردم 4 تا سیب زمینی و کدو و فلفل بود، حتی غذای درست حسابی هم بهم ندادن، فقط یه مقدار آتیش سوزوندم که کلش رو هزینه هاش رو حساب کنه پرداخت میکنم و من پولی از خونه تتلو نبردم. سحر قریشی توی یه استوری دیگه از پشیمونیش برای رابطه با تتلو صحبت کرد و در پاسخ به یکی یه پرسیده بود خیلی محبوبی، با این کاری که کردی همه رو متعجب کردیم، که گفت گول خوردم واقعا. بعدش هم گفت که قول میدم این آخرین باری باشه که اینجوری گول میخورم. سحر قریشی حتی به لقب سلطان هم آلرژی پیدا کرده و از هوادارش میخواد که با این لفظ که لقب تتلو هستش اونو صدا نکنه. باید ببینیم این کلکل بین تتلو و سحر قریشی کی تموم میشه و تهش قراره چه اتفاقی بیفته. ممنون رفقا که این ویدیو رو تا پایان همراه بودید و میونه این همه ویدیو توی یوتیوب کانال ما رو انتخاب کردید. حتما نظرتون رو برای ما تو بخش کامنت ها بنویسید. ممنون میشم یه حمایت هم از ما بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو ببینید.